خانوما و آقایون ارجمند سلام عرض میکنم. پیش از اینکه صحبتمون راجع به موضوع گفتگو آغاز بکنم، لازم میدونم که در دنبال سخنان ایشان درباره محمد رضا جلایی پور بگم که آقای جلایی پور همیشه یکی از درخشان ترین دانشجویان دانشگاهی بوده که در اونجا درس میخونه. در سال 1380، اون زمان من ایشون رو نمیشناختم، آقای جلایی پور در کنکور سراسری ایران شاگرد اول شده بود و بعد هم رفته بود دانشکده علوم اجتماعی، چیزهای نتایج بسیار خوبی گرفته بود، درجه خیلی خوبی گرفته بود، به نحوی که مدرسه اقتصاد علوم سیاسی لندن که حتما همه میدونن که چقدر پذیرفته شدن توش کار مشکلیه، پذیرفته بود او رو برای دوره فوق لیسانس و در اواخر کار فوق لیسانسش بود که با من تماس گرفت و اظهار علاقه کرد که بیاد آکسفورد و کار دکتریش رو با من بکنه. در تمام مدتی هم که دانشجوی من بود، هنوزم هست، ولی خب مدتیش ایشون تشریف شرط دادن که بس چطوره، ولی در تمام مدت که در آکسفورد بود ایشون یکی از بهترین دانشجوهای رشته های ما بود و بعد هم رفته بود ایران برای فعالیت های کاملا قانونی انتخاباتی و هیچ قانونی رو زیر پا نگذاشته بود. با این وصف معلوم نیست به چه دلیل بعد از انتخابات سال پیش ایشون بلا تقریبا بلا فاصله توقیف کردن و مدت زندان بود و باقی داستان رو ایشون شرح داد و هنوز آقای جلایی پور در زندانه. به هر حال ما اینجا گروه کوچکی هستیم، ولی من امیدوارم که بلکه چی میگه حافظ، میگه که دل با امید صدایی که مگر در تو رسد ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. حالا بلکه صدای ما به یک کسی برسه و دانشجوی ما رو آزاد کنن برگرده بیاد سر درس. این از این موضوع که لازم بود بنده یک نکته بگم راجع بهش. اما موضوع صحبت ما امشب درباره انقلاب مشروطه است و در واقع توضیح و تحلیلی از انقلاب مشروطه، یعنی که معنای انقلاب مشروطه چه بود، چرا انقلاب شد، چه کسانی تو انقلاب شرکت کردن، چه هدفهایی داشت انقلاب، چه نتایجی ازش گرفته شد. معمولا شما هر انقلابی رو بشناسید این چهار تا نکته اصلی رو به اصطلاح باید مورد مطالعه قرار بدید. دلایل انقلاب، این اسباب و زمینه‌های انقلاب، چرا انقلاب پیش اومد، رهبران شرکت کنندگان در انقلاب چه جور کسایی بودن و به چه دلیل، هدف‌های انقلاب چی بود و دست آخر هم از انقلاب چی در اومد، چه نتایجی گرفته شد. نکته که شاید برای خیلی از شما دوستان محترم اینجا تازگی داشته باشه این هست که انقلاب مشروطه ایران در وهله اول به خاطر قانون شد. حالا شاید هم تعجب نکنید بگید خب قانون که چیز بدی نیست، ولی که مسئله اون نیست. مسئله اینه که شما در انقلاب‌های اروپایی هرگز نمی‌بینید که یک جماعت انقلاب کنه که پیروشن چه نشن برای قانون، برای نفس قانون. چرا؟ به خاطر اینکه جوامع اروپایی همیشه قانونمند بودن، همیشه بر مبنای قانونی قرار داشتن، از یونان گرفته تا قرن 21. انواع و اقسام سیستم ها و رژیم های عرض کنم که سیاسی در این مدت طولانی 2000 سال تاریخ اروپا به وجود آمد، پدید آمد. خواه از
سیستم های یونانی و رومی گرفته تا سیستم های فئودالی بعد از سقوط امپراتوری روم تا دوره رنسانس و ظهور سلطنت مطلقه که اصطلاح فرانسه انگلیسیش دسپوتیسمه یا ابسولوتیسم، هر دو رو به یه معنی به کار می‌بردن، یا بعد از اون دموکراسی اجتماعی یا دموکراسی لیبرال. به هر حال همه این رژیم ها قانونمند بودن. معنیش این نیست که این قوانین همه یکسان بودن. معنیش این نیست که این قوانین همه به خوبی همدیگه بودن. معنیش این نیست که طبق این قوانین در این رژیم های مختلف همه حقوق مساوی داشتن. هیچی. فقط اینکه قانون یکی از اساسی ترین مبانی حکومت بود. به چه معنی؟ معنی این چیه؟ معنی این نیست که حکومت در یک چارچوب قانونی که خارج از خودش بود مقید بود. یعنی که حکومت یه جور دیگه براتون بیان کنم نمیتونست هر کاری دلش بخواد بکنه. البته منظورم کاری که زورش باشه، کاری که زورش درسه که طبیعتاً نمیتونست بکنه. یعنی اینکه کسی که قدرت نامحدود داره خداست، ولی که در جوامعی مثل جامعه ما و من به خصوص درباره جامعه خودمون صحبت میکنم، حکومت قید و شرط قانونی نداشت. یعنی اینکه دولت هر تصمیمی رو که میگرفت اگر میتونست اجرا کنه اجرا میکرد، هیچ مانع و رادعی در برابرش نبود، هیچ نیروی در برابرش نبود. چه نیرو به معنی نیروی عرض کنم که انسانی، مگر لشکر و غیره اینها، یا به معنی بخصوص مواد قانون، حالا خواه قانون نوشته باشه یا ننوشته، چون بیشتر اوقات تو اروپا، تو تاریخ اروپا قانون ننوشته بود، اما همون قانون ننوشته 100% اجرا میشد. مثلا فرض بکن، مثال بزنم برای شما، توی چه دوره فئودالی اروپا و چه دوره سلطنت مطلقه جانشین پادشاه همیشه از پیش معلوم بود. به چه نه؟ به دلیل اینکه طبق قانون اولین فرزند ذکور شاه باید جای او رو میگرفت. من این اصطلاح برای این میکنم چون اصطلاح ما نداریم، اصطلاح انگلیسیش به این قانون میگن پریماجنیچر. پریماجنیچر رو من ترجمه کردم به نخست زادگی. یعنی اینکه پسر اول پادشاه باید طبق قانون جانشین او میشد. اگر میمرد یا محجور بود دومی باید میشد، اگر اون نمیشد سومی، اگه پسری وجود نداشت اولین برادرزاده. یعنی تمام کاملا از پیش روشن بود که این اعلی حضرت وقتی مرحوم شد کی میاد جاش. و این فقط محدود به چیز نبود، محدود به سلطنت نبود، تمام این چیزهای مالکین فئودالی که جزء اریستوکراسی محسوب می شدن. من به خصوص لغت اشرافی به کار نمی برم برای که یه معنای دیگه داره، ما اریستوکراسی در ایران نداشتیم، این جزء اصلا سخنان من است. این اریستوکراسی مثلا فرض کنید جوک فلان یا کنت فلان یا مارکی فلان یا ویکنت فلان یا باران فلان، اینا هم تکلیفشون روشن بود، باید پسر اول جانشین می شد. دوک که میمرد پسر اول میشد دوک و تمام ملک متعلق به او میشد. همچنین مارکی، همچنین کنت، به همین ترتیب. و این مثلا یکی از ارکان، ببینید یه موضوع قانونیه دیگه، قانون این بود، ولی اینکه در اکثر موارد تا این اواخر نوشته نشده بود، ولی همه میدونستن که باید اینطور باشه. یعنی اینکه به دست پادشاه نبود، پادشاه فعلی که کی بعد از او بیاد سر کار،
کی بعد از اون چون از پسر سومیش خوشش میاد اون بیاد سر کار یا هر چیزی که غالبا هم نمیشد، بلکه تمام مسئله به اصطلاح از همون روز اول قابل پیش بینی بود. حالا اینو مقایسه کنی با تاریخ ایران، گفتم به عنوان یک نمونه از قوانین دیگه هیچ چنین چیزی وجود نداشت. یعنی اینکه شما اگر تاریخ ایران رو به دقت چیز بکنید، مطالعه بکنید، می‌بینید که تقریبا بدون استثنا وقتی یه پادشاه می‌میره هرج و مرج میشه و جنگ داخلی، به خاطر اینکه مدعیان گوناگونی هستن، ممکنه وابسته به خانواده سلطنتی باشن، ممکنه نبودن و میافتن به جون همدیگه تا یکیشون بتونه اونای دیگر از میدون به در کنه، در نتیجه دوره هرج و مرج پیش میاد به در کنه و اون شاه شه. و این به عبارت دیگه مشروعیت این فردی که به این ترتیب شاه میشد به چی بود؟ به شمشیرش بود. یعنی اینکه این آدم مشروعیت داشت وقتی قدرت گرفته بود، به خاطر اینکه زور داشت گرفته بود، در حالی که مشروعیت پادشاه انگلیس یا فرانسه دقیقاً به خاطر همون نخست‌وزیرزادگی بود. یعنی طبق قانون اون آدم پادشاه میشد و در نتیجه همه مشروعیتش رو میپذیرفتن و موضوع این نبود که سر در بیاد بگه من نقه بنده میخوام پادشاه شم و یه مورد هم پیش نیاد. اینو حالا من به عنوان مثال میزنم تا یواش یواش شما رو وارد این موضوع بکنم که در تاریخ ایران وقتی شما مشاهده میکنید قدرت و حکومت دولت به هیچ قانون و ملاک و معیاری مشروط نیست. مثلا فرض بفرمایید ممکن نبود که یک پادشاه فرانسه یا انگلیس یا اسپانیا یا اتریش در دوره سلطنت مطلقه، چون میدونید تو اروپا همونطور که گفتم یه دوره سلطنت مطلقه بود که از حدود سال 1500 میلادی شروع میشه تا 1900 میلادی، 200 سال اول انگلیس 200 سال این سلطنت مطلقه رو داشت، از 1500 تا 1700، فرانسه 300 سال از 1500 تا 1800، یعنی بعد انقلاب فرانسه، آلمان و اتریش اونجاها 350 سال از 500 تا 1000 تا انقلاب 1848. درسته؟ این سلطنت مطلقه است وقتی میگم، یعنی یه پدیده ایست که یه بار به نسبت در قیاس های تاریخی در یه دوره کوتاهی در اروپا وجود داشته، نه از ابتدای تاریخ اروپا. همین دوره سلطنت مطلقه پادشاه اگرچه قدرتش خیلی بیشتر از پادشاه دوره فئودالی بود، اما با این وضع قدرتش نامحدود نبود و مقید بود به سنت ها و قوانینی که وجود داشت و اون رو کنترل میکرد. مثلا فرض کنید خیلی سؤال به اصطلاح تکان دهنده بهتون بزنم، براتون بزنم، لویی 14 که یکی از مقتدرترین پادشاهان نه فقط فرانسه، اروپا در دوره سلطنت مطلقه بود، ممکن نبود که بتونه دستش رو به هم بزنه و بگه پسرش رو بیارن جلوی سرش رو ببرن یا وزیرش رو بیارن جلوی سرش رو ببرن یا ملک فلان اریستوکرات رو برن ازش بگیرن بذارن در خزانه سلطنتی یا ملک فلان فئودال رو اریستوکرات رو بگیرن بعد به یکی دیگه، یه تاجری که شاه ازش خوشش اومده بود. تمام اینا در جامعه ایران اتفاق می‌افتاد. چرا؟ برای اینکه هیچ ملاک و معیاری برای محدود کردن قدرت دولت نبود. چنانکه از ابتدا گفتم دولت البته هر کاری دلش نمی‌خواست بکنه. مثلا فرض بفرمایید که ناصرالدین شاه در دوره قاجار نمیتونست بره ایل بختیاری رو فتح بکنه، همه منطقه بختیاری رو فتح کنه چون زورش نمیشه. بعدا رضا شاه کرد
ولی مسئله این که تا اونجایی که زور داشت حکومت چیز داشت که میتونست هر کاری، یعنی مال و جان اعضای مملکت، افراد اجتماع در بس در اختیار دولت، هم مالشون هم جونشون. اگر دولت اراده میکرد مال کسی رو بگیره، چیزی در قدرتی در برابرش نمیتونست مقابل. اگه میخواست جونش رو بگیره همینطور. یعنی شما اصلا نمونه های خیلی گنده رو دارید دیگه تو تاریخ، مثلا تقریبا دو سومه یا بیشتره وزرای بزرگ تاریخ ایران همه قطعه شدن یا تو دیگ جوشوندنشون، مسلما تمام اموالشون بوده. میدونید کسایی مثلا حالا نظام الملک که چیز کردن، ترور کردن، و در اون ترور خود اعلیحضرت ملک شاه سلجوقی دست داشت. یه داستان دیگه است، اغلب میگن که اسماعیلی‌ها کردن، ولی اونا شریک بودن تو قضیه. بگذاریم، حالا اون که سایرشون جوری بود، ولی دیگران مثلا حسن که وزیر رو که وزیر مقتدر سلطان محمود غزنوی بود، آوردن سنگسارش کرد. عرض کنم که حاج شمس‌الدین جوینی رو که وزیر خیلی بزرگی که ادیب بزرگ و شاعر هم بود، قطع کردن، یه مقدار چیزش بدنش رو خوردن و دست و سرش هم فرستادن به ولایات برای اینکه ابراز سایرین بشه. اینا رو میخوام بگم نه برای اینکه چیز بکنم، برای اینکه مطلب بیاد دستتون. مثال های خیلی دم دست که خیلی زیاده. مثال دم دست معروف ترینش که تا نفس میکشی میگن امیرکبیر. ولی خوب توجه داشته باشین که اتفاقا توی نمونه امیرکبیر هر دو سر قضیه هست. یعنی جامعه چون جامعه‌ای بود که کوتاه مدت بود، جامعه اریستوکراتیک نبود، یک اریستوکراسی طویل المدت توش وجود نداشت که صاحب قدرت باشه و عنوان و بتونه یه نوعی پایگاه اجتماعی دولت باشه و دولت ازش حساب ببره. چون اینطور نبود، هر کسی میتونه وزیر شه، هر کسی میتونه شاه شه، هر کسی هم میتونه وزیر شه، چنان که فقط کافی بود که یا آدم خیلی لایقی باشه، اغلب هم همینطور بود، یا اینکه مثلا به یه دلیلی جو ازش خوشش. بعد این میتونست همون آدم میگم در نمونه امیرکبیر با هر دو سوی سکه رو داریم. آدمی که پسر یه آشپز باشی بوده میاد میشه فرمانده کل قوای یه مملکتی و در این حال در رأس حکومت قرار میگیره، هر دو. و به این جد امیر نظام میگفتن دیگه، که به خاطر چیزش فرمانده ی ارتشش در رأس نظام قرار میگیره. اما همون آدم و سه سال با قدرت کم نظیر حکومت کنه به اون مملکت، مثل شاه عباس اول. شما اگه قیاس بکنید نوعی که امیرکبیر حکومت کرد به ایران اون دو سال و هشت نه ماه هرچی بود، مثل شاه عباس اول با همه اون خصوصیت، هم خوب هم بد، در اونجا قرار بگیره. بعد به یک گردش چرق نیلوفری بزنن، بندازنش، مالش رو چیز کنن، بچاپن، خودش هم رگش رو بزنن. بنابراین مسئله اساسی تاریخ ایران، حالا برمیگردم، چون ما داریم راجع به مشروطه صحبت میکردیم، یعنی اصلا مشروطه برای چی شد و منظور از انقلاب مشروطه چی بود. من ممکن از اون خواهش کنم کمی آب، یه کمی دارم. ها، اونم هست. خیلی من اوائل قرن 19 هم میدونید که اولین برخورد خیلی خیلی مستقیم ایران با قدرت‌های اروپایی شروع شد. در وهله اول با روسیه، در جنگ‌هایی که منجر شد به عهدنامه گلستان که ایران مجبور شد یه مقدار از مناطق خودشو به روسیه واگذار کنه، و مرحله بعد عهدنامه ترکمنچای بسته شد در سال 1828 که اون دیگه در واقع به یه معنی استقلال
کامل ایران رو از بین برد برای 100 سال به خاطر اون قرارداد چی بهش میگه قضاوت کنسولی چی میگن فرنگیش الان یادم رفته باقی کاپیتولاسیون از این حرف هست بچه بودیم مدرسه که بودیم میخواستیم درس جواب بدیم و گاهی وقتا یه چیزی میخواستیم بگیم من نمیمد میگفتیم که آقا با خدا تو که زبونمونه حالا این هم از اون داستان های عرض کنم که ولی دیگه با کاپیتولاسیون در واقع استقلال مملکت در معرض تهدید قرار گرفت و بعدم حوادث دیگه اما مسئله چی بود وقتی که این ملت بسرانش برخورد کردن با یه همچین پدیده‌ای که سابقه نداشت براشون چون اگر توجه کنید خودتون اونجا قرار بدین خودتون در سال 1813 قرار بدین در سال 1826 که تجدید جنگ شد با روسا قرار بدین این احساس بهتون دست میده که شما با یه نیروی طرفین که از حالا تا روز قیامت نمیتونی شکستش بدی. یه همچین چیزی تو تاریخ ایران سابقه نداشت. یه روز می‌بردن، یه روز می‌زدن، یه روز می‌گرفتن، یه روز شکست می‌خوردن. اما با نیروی طرف نشده بودن که در اون زمان فکر می‌کردن که خب این نیرو تا ابد بر سر ما مسلط خواهد. خب سوالش چی بود؟ سوالی که مطرح می‌شد چی بود؟ که چرا اینطور؟ چطور شده که ما به چنین وضعی افتادیم؟ اول به اصطلاح پاسخی که به این سوال داده شد خیلی طبیعی بود تفاوت تکنولوژی نظامی و تدبیرهای نظامی چون نوع به اصطلاح تاکتیکا و فلان نظامی سنتی ایران خیلی فرق داشت با روسیه یا با انگلیس و در ورای اون تکنولوژی جدید به معنی وسیع‌تر کلمه نه فقط نظامی نه فقط تفنگ و توپ و غیر و فلان بلکه مثلا ماشین‌های مکانیکی و غیر و این حرف و در این زمینه کوشش‌های خیلی زیادی هم شد عباس میرزا به خصوص نایب السلطنه که فرمانده کل قوای ایران بود و آدم هم فعال و زحمتکشی بود هم دلسوز بود خیلی نقش موثری بازی کرد در اینکه چند نفر دانشجو به فرنگ رسند اولا به انگلیس رسند برای اینکه من یه چیزایی یاد بگیرن بعد مشاور نظامی از فرنگ آوردن و غیره و غیره خب این به هر حال در ظرف 20 سال 30 سال 40 سال نتیجه محسوسی نداد بلکه برعکس مشاهده میشد که قدرت نسبی جامعه ایران به نسبت این قدرت‌های بزرگ غربی داره نزول می‌کنه. چنان که در سال 1836 وقتی که محمد شاه می‌خواست هرات رو که تا اون زمان شهر ایرانی محسوب میشه بگیره نتونست. البته اقدام هم نکرد برای اینکه حس کرد که با مخالفت انگلیس رو برمو سیانی بشم گفته بودن و نخواهد تونست هرات رو بگیره البته چیز انگلیس حساسیت انگلیس به هرات به خاطر هرات نبود بلکه به خاطر این بود که هرات بر سر راه یک چیزی وجود داشت مثلا یک گذرگاهی وجود داشت که تنها راهی بود که از اون میتونست یه ارتشی مثلا ارتش بزرگی مثل ارتش روسیه از اون طریق بره شمال هند به هند برسه و این وسواس شما میدونید لابد خیلیاتون که انگلیس ها داشتن در اون زمان که روسیه ممکنه بخواد دست اندازی کنه به هند به این جهت هرات براشون یک چیز بود قرارگاه بود یه پلی بود که پل مقاومت بود که روسیه نتونه از اون طریق بیاد اگر ایران هرات رو میگرفت اونا وحشت داشتن که بر اثر نفوذی که روسیه در دولت ایران داره یا پیدا میکنه این نفوذ بیشتر نفوذ که داشت ممکنه که بهشون اجازه بده که بیان از طریق هرات لشکر بکشن به هند منظورم این تو پرانتز گفتم که چرا اونا حساسیت داشت به هر حال بعد از تمام این حرفا شاه ایران نتونست بره
شهری رو که سنتا جزء کشور ایران بود تصاحب کنه. یه خانه خود مختار اونجا بود که بعد از این ما ظهور امیرکبیر رو داریم. محمدشاه اصولا پادشاه چیزی بود، پادشاه بی آزار و نسبتا نالایقی بود، بیشتر به صوفیه و اون حرفا علاقه داشت و به مسائل دیگه. اتفاقا هم زود بر اثر بیماری درگذشت و پسر خیلی جوانش اون موقع 17 ساله ناصرالدین میرزا پادشاه شد. این بار با کشمکش کمتری از سابق، وقتی که شما میمرد گفتم که یه حوادثی پیش میومد، این بار به خاطر اینکه دولت روس و دولت انگلیس ضمانت کرده بودن پادشاهی ناصرالدین شاه رو، یعنی اینکه به تخت رسیدن جانشینی ناصرالدین شاه رو، دیگه که جرأت نمیکرد که بیا جلو و به هر حال او پادشاه شد و امیرکبیر هم شد صدر اعظم و واقعا ببخشید به اصطلاح قادر مطلق جامعه تا وقتی که هنوز صدر اعظم خیلی هم کارا کرد دیگه، سعی کرد چیز رو به اصطلاح قدرت مرکزی رو قوی کنه، عرض کنم که پراکندگی و اینها، یه سری اصلاحات مالی کرد و خب معروف‌ترین چیزی کاری که انجام داد همین دارالفنونه که او ترتیبش رو داد، ولیکن پیش از اینکه دارالفنون افتتاح بشه خودش از بین رفته بود. ولی این دارالفنون به هر حال این کارها همه در راستای اون تفکر بود که جامعه ایران باید از نظر فنی بخصوص تا علمی پیشرفت بکنه، هم در فنون نظامی هم در صنایع و غیره، برای اینکه بتونه مقابله بکنه با این قدرت‌های بزرگ غربی. اما خود همین مسئله اتفاقی که برای امیرکبیر افتاد خودش به اصطلاح چشمای بعضی رو لاقل باز کرد، یعنی دیدن که اینا 40 سال 50 سال تمام این چیزا شده، بازم تو اون مملکت یه آدمی مثل امیرکبیر رو با یه دست میزنن میگن میکشنش. در نتیجه روشنفکرهای اون دوره به فکر افتادن که آقا مسئله اساسی چیه و تو جلو چشمشون بود. ببینید استبداد تا اون زمان در ایران، و من استبداد میگم اشتباه نکنید، استبداد دیکتاتوری نیست، استبداد سلطنت مطلقه اروپایی نیست، اینا همه چیزهای رژیم‌های اروپایی هست. من دارم میگم استبداد، استبداد یعنی حکومت دل بخواهی، یعنی حکومت یک نفره، یعنی حکومتی که پاسخگو به هیچ کسی نیست، یعنی حکومتی که هیچ قید و شرط قانونی نداره. استبداد اینه منش. این استبداد تا اون زمان یک امر طبیعی تلقی میشد، یعنی غیر از اون ندیده بود کسی. از قیام قیامت تا اون موقع حکومت هم اونجوری بود دیگه. بنابراین وقتی که قیام میشد، وقتی که ملت بر ضد دولت قیام میکرد، خواه به شکل قیام عشایر یا هر شکل دیگه ای، چیکار میخواستن بکنن؟ نمیخواستن که استبداد رو از بین ببرن، به خاطر اینکه چیزی جز استبداد اصلا متصور نبود، یعنی آلترناتیوی وجود نداشت، چیزی نبود که میگم این بذاریم به جای اون. چی میگفتن؟ میگفتن پادشاه از این پادشاه ظالمه، پادشاه ظالمو بیاریم پایین، یه پادشاه عادل بذاریم. استبدادش من تردید نداشتم، این آدم که استبداد داره هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، حق داره بکنه، این عادل باشه، ظلم نکنه. این حد اکثر به اصطلاح پیشرفتی بود که از نظر سیاسی تو اون جامعه ممکن بود و غالبا هم موفق نمیشد. این بار در همین مثلا دهه 1850 دیگه، نیمه قرن 19، همون زمانی که امیرکبیر کشته شد، همون زمانی که دارالفنون باز شد،
بعضی از روشنفکر، یه عده از روشنفکر ها متوجه موضوع شدن. یعنی اینکه متوجه شدن که اساسی ترین مسئله جامعه ایران و مهمترین دلیلی که نمیتونه با قدرت‌های اروپایی پهلو بزنه یا امید رقابت داشته باشه، عدم قانون. برای اینکه قانون نیست اون جامعه. نه اینکه قانون بده، مثلا تو اروپا بوده دیگه، قانون بد مبارزه کردن، بهترش کردن. نه اینکه قانون غیر منصفانه است، غیر منصفانه بوده، مبارزه کردن، تو اروپا رو میگن. حتی قانون وجود نداره. بنابراین اینها قانون در درست در مقابل استبداد دیگه. استبداد یعنی حکومتی که منوط و مشروط به قانون نیست. بنابراین اینها از اون موقع به فکر افتادن که باید حکومت قانون وجود داره. حتی شاه هم فهمیده بود. یعنی ناصرالدین شاه متوجه شده بود و هم تو رفتارش هست هم تو نوشته‌هاش متوجه شده بود که بله یه همچین موضوعی وجود داره. خب اونم دلش می‌خواست که پادشاه یه مملکت مقتدری باشه و چیزی نداشت براش که کارهای انجام بشه که اون پشت پادشاه یه مملکت مقتدر به جایی که پادشاه دست نشونده بشه. اما خب از طرف دیگه مسئله‌ای که موانعی که پیش می‌اومد این بود که کشورهای دیگه هم ممکنه برنامه دیگه داشتن، ولی اینها از نظر اون زمان و در اون شرایط مقدم نبود. و جلو. چرا؟ برای اینکه اینها این هدف‌های گوناگون و برنامه‌های گوناگون متعلق به گروه‌های مختلف بود. آنچه همه رو متحد کرد، یعنی همه ملت رو متحد کرد بر ضد دولت، مشروطه بود. یعنی حکومتی که مشروط به قانون باشه. و نتیجه اینکه خب شما می‌بینید که همه شرکت کردن دیگه، نه فقط روشنفکر که اونا به اصطلاح تئوریسین قضیه بودن، به اصطلاح منورالفکر می‌گفتن اون موقع، اصطلاحش منورالفکر، و اندیشمندای جریان بودن، طراحاش بودن، بلکه کاسب و تاجر و عرض کنم حضورتون که شازده و زمیندار و آخون شما تمامه که غیر از البته چیز رعایای روستاها که اونا بیچاره اصلا توی اصطلاح مجموعه حوزه سیاسی قرار نمی گرفتن. اونا اگر شرکت کردن که شرکت کردن به فرماندهی ارباباشون بود. یعنی مثلا محمد ولی خان تونکابونی سپهدار که بعدا لقبش رو سپه سالار که تقریبا دو سوم مالک دو سوم مازندران بود، اون جزء کسایی بود که لشکر کشید به تهران بر ضد محمد علی شاه. خب با رعیتاش اومد دیگه. یا علی قلی خان سردار اسد و سمسام سلطنه بختیاری و تمام قوانین بختیاری و ایلشون خب بلند شدن اومده. بعد از کودتا اینا، بعد از کودتای محمد علی شاه بر ضد مجلس و در نظر داشته باشید که اگر اینها این کارا رو نکرده بودن میمدن ممکن نبود. معلوم است به چه نحوی میشد وضع رو برگردون. قدرت داشتیم، زور بود. یکی این بود، قدرت مادی بود که بیشترش مال این زمیندارا بود و سران ایلات. یه مقدارش هم مال مجاهدین بود و کسایی که تبریز مثل ستارخان و غیره که مجاهدین گیلان و اینها بود. و یه دم این سوسیال دموکرات ها و این حرف هایی که مثل حیدرخان عماقلی و غیره و اینا. ولی نیروی اصلی اونها بودن از نظر مادی و از نظر معنوی روحانی. یعنی که وقتی که شیخ فضل الله نوری قبل از کودتای محمد علی شاه به هم زد با مشروط خواه، چون تا مدتی باشون اومد و رفت در مسجد در حضرت عبدالعظیم بست نشست بر ضد مجلس، سه مرجع بزرگ تقلید اون زمان که در نجف بودن، یعنی آخوند ملا کاظم خراسانی، حاج میرزاحسین نجل حاج میرزا خلیل تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی، اینها یک فتوا فرستادن، به هر حال تلگرام نمیدونمش فتوا باشن، تلگرام فرستادن به مجلس به این عنوان، این کلمات نوری
چون مخل آسایش و مفسد است تصرفش در امور حرام است. باید توجه داشتیم چقدر این قضیه اهمیت داشت، هم از نظر اینکه اون علما بسیار بسیار علمای بزرگ، اتفاقا جز ستاره های این تاریخ اواخر شیعه بودن، اصلا اتفاقا اونجا یک در ظرف مثلا 30 سالی یه ستاره اونجا ایجاد کرد اینا مثلا باشه، ولی هر کسی مرجع تقلید نبود که. بعدم اون از اون بر حرف شنوی که مردم داشتن، هر شنوی که مردم از مثلا علمای از مراجع تقلید داشتن، حالا بگذاریم مثلا تو تهران هم آسد محمد طباطبایی مشاهده خیلی بزرگی بود، آسد عبدالله بهبانی بود، سید افجری اسم کوچکش شدم بیره. اینا بگذاریم، ولی اون مراجع تقلید یه موردی در کار به جایی رسید تو همین جنگ داخلی، یعنی بعد از کودتا که اینها کشمکش میکردن، همین مراجع تقلید یک اعلامیه دادن گفتن هر کس به طرف مشروط خواه تیراندازی بکنه، سربازی مثل که لغت سربازم، به طرف مشروط خواه تیراندازی بکنه در حکم یزید ابن معاویه است. خب شما میتونید تصور کنید چقدر اینجور چیز مؤثر میشد، و اون وقت عکسش رو تصور کنید اگه اینا این کار رو نمیکردن، بلکه یه اعلامیه میدادن میگفتن الیوم بردن لفظ قانون و قاستن حکومت مشروطه به منزله محاربه با امام زمان. میتونید تصور کنید که چه جوری میشد. بنابر اینی که من میگم ملت متفق شد، همیشه تو هر جایی چند نفر یه عده‌ای هستن که به اصطلاح از جمع خارج میشن یا مخالفن فلان اینا، درسته. شیخ فضل الله نوری و چند تا عالم دیگه که بهش بس قابل قیاس با اون علما نبودن از نظر اهمیت یا حرف شنوی، و دیگه علی و حوزش بود دیگه، شاپشال رو عرض کنم، چی مربی های روسیه ممدلیش ها و اینا و قوای قزاق، اینا یه طرف، اینا طرفدار استبداد و باقی همه طرفدار مشروطه. اینه که شما ملاحظه بفرمایید، تصورش ممکنه مثلا که در انقلاب فرانسه خود اریستوکراسی قیام میکرد بر ضد حکومت و پاپ فتوا میداد که آقا برین بکشین حکومت لوی 16 پایین. اصلا مسئله نبود. شما در جوامع اروپایی چون قانون وجود داشت، انقلاب برای قانون نمیشد، انقلاب برای تغییر قانون میشد، یعنی اینکه طبقات فرودست انقلاب میکردن بر ضد طبقات فرادست، و اگر موفق میشدن قانون رو عادلانه تر میکردن. آره به زبان خیلی کوتاه آدم بگه، حقوق بیشتری برای عده بیشتری پدید میامد، ولی وگرنه شما بکنید تو فرانسه مردم واقعا بر ضد لویی 16 قیام کردن. بیچاره به هیچی علاقه نست، فقط چیز بود به اصطلاح انگلیسی هابیش قفل سازی، قفل سازی بود، قفل درست می‌کرد. انقلاب فرانسه بر ضد طبقات اریستوکراتیک و علمای بزرگ شد دیگه، یعنی طبقه بالای علما که اونام جز اشراف بودن، اریستوکراسی بود، یعنی یکی میشد دوک، برادرش میشد کاردینال چیز بود. و چطور ممکنه که اینها مگه ممکنه اینا بر ضد اینا انقلاب شد؟ ولی شما ببینید کسانی که ظاهراً شبیه اینا هستن در انقلاب مشروطه درست برعکسن، طرفدار انقلابن و حامی ملت. چرا؟ به خاطر موضوع انقلاب. موضوع انقلاب این بود که استبداد بر بیافته و حکومت قانون رو وجود بیاد، و آخرش این شد که یه قانون اساسی مشروطه نوشته شد و دوره جدید آغاز شد. منتها من دیگه فرصت ندارم، فقط اضافه بکنم که بدبختانه بعد از مشروطه تقریبا بلافاصله جامعه دچار هرج و مرج شد. یادتون نره من گفتم که در تاریخ ایران هر وقت که یک دولت مرکزی سقوط میکرد هرج و مرج میشد. خب حالا برای اولین بار دولت مرکزی سقوط نکرد فقط برای اینکه پاچه عادل بیاد،
بلکه سقوط کرده بود برای اینکه اصلا حکومت قانونمند بشه. این تفاوت بزرگش بود با قیام‌های دیگه در تاریخ ایران. ولی خب ترک عادت موجب مرض است. مثلا شما کنید عموم مردم فکر کنید خب حالا البته فرق داره و قانونمند و فلان ما هر جمعه نمی کنیم. طبیعی بود که تا دولت از بین رفت هر جمعه شروع شد. و هر جمعه فکر نکنید که فقط توی چون غالبا وقتی کسایی که اطلاع دارن صحبت اینه می کنن که نم فلان ایل قیام کرد فلان توی عرض کنم که مرز آذربایجان فلان اتفاق افتاد پونش اینا بود. ولی بدترین وجه هرج و مرج این بود که هرج و مرج در خود مرکز بود. یعنی مجلس می اومد هر 5 ماه 6 ماه یه دفعه یه کابینه ای که اصلا قدرت نشه غلطی انجام بده میندا برای اینکه ریخته یارو خوشش نمی اومد. مثلا خود مجلسیا دائم با همدیگه در حال زد و خورد و عدم هماهنگی و عدم همکاری بودن، جز مواقعی که می‌خواستن دولت رو، یعنی اون دولت بدبخت رو میگم، نه دولت استبدادی، اون دولت فلک زده ای که شش ماه مثلا مستوفی الممالک میومد شش ماه مشیر رو دولت. و چی روزنامه ها چی کار میکردن؟ هر چی دلشون می‌خواست میگفتن. راجع به شاه، راجع به وزیر، راجع به تاجر، راجع به وکیل، راجع به همدیگه. فحش ناموس به پدر و مادر و نمیدونم فلان این شد، این معنای آزادی شد تو مملکت. و طبیعی است که شما وقتی که مرکز مملکت و کسایی که مستقیم یا غیر مستقیم کار دستشونه، روزنامه‌جی هم کار دستشه به اون معنی، یک همچین رفتار آشوبگرانه ای رو میکنن، خب معلومه توی ایلات و اینا که دیگه یا ایالات معلومه که ثبات نخواهد بود. چنان که رضا خان که اومد در وقتی که در دفعه یکی دو سال در مرکز یه ثبات ایجاد شد، در صرف همون دو سه سال تمام آشوبای چیز هم عرض کنم ایالتی و ولایتی هم تموم شد. این داستان موضوع صحبت دیگه است. من خواستم فقط به عنوان ختم مجلس که میگم آخر فیلم به اصطلاح چی بود که مشروطه به هر حال به خاطر هر فردی هم چیز میکنه، عرض کنم بروز میکنه که خب حالا این زحمت ها رو کسن، این کارا رو کردن، این شعور رو پیدا کردن نسبت به این نوع تغییر سیاسی، بعدش چی شد؟ چرا بعدش ادامه پیدا نکرد؟ دلیلش این بود که عرض کردم، ولی اونو بعد دیگه دنبالش بعد یه جای دیگه یه وقتی خیلی مهم. خیلی ممنون استاد، خیلی استفاده کردیم، خیلی متشکرم. تا دوستان این بلندگوی بیسین رو میارن که ما سوال از حضار رو داشته باشیم. شما خودتون تعیین کنید، یه جوری باشه که من ساعت 10 برسم به پدینگتون. البته چون با تاکسی میرم چیز نباید بود، وقت بیشتر خواهد بود. اصلا نیم ساعت وقت برای پاسخ تعیین میکنیم، حالا ان شاء الله تا سوال اکثر دوستان ان شاء الله پاسخ داده خواهد شد. قبل از اون من یه توضیح بدم که یه پذیرایی هم آماده شده، دوستان میان خدمتتون. قطعا فهم از اینکه از سال تشکیل بدیم بیرون از پذیرایی استفاده کنیم. مطلب بعدی این که برنامه هفته آینده کانون تولیدم من حالا مفصلا در پایان هم توضیح میدم، ولی آقای دکتر حسین کمالی استاد مطالعات اسلامی دانشگاه کلمبیا نیویورک شب هفته آینده در لندن خواهند بود و ما ازشون دعوت کردیم و هفته آینده انشاءالله سخنرانی ایشون با موضوع خدا در همین مکان احتمالاً در ساعت 7 برگزار خواهد شد. حالا اطلاعات دقیق‌تر رو می‌تونید از سایت کانون تولید و صفحه کانون تولید در فیسبوک مطالعه بفرمایید. الان سوالا بخش سوالات هستش. فقط من قبل از اینکه وارد بخش پرسش پاسخ بشیم، یه چیزی که خیلی آقای دکترم حساسن روشون اینه که
این جلسه در حقیقت یک جلسه آکادمیک و یک سخنرانی آکادمیک بوده و موضوعش هم مشخص بود. برای همین لطف کنید سوال فقط در رابطه با موضوعی که در این جلسه مطرح شده باشه و سوالها پراکنده نباشه و الا من به این میدونم باید دکتر پاسخ بود باشه. سوال بفهمم فقط دو تا اگه اجازه بدید بلندگو رو بدم خدمتتون که ما سوال شما را بعدا توی فایل صوتی مشکلی پیش میاد. جنابی فرمودید به اون قسمت مسئله شد که رسید در نوع کشی شدن امریکایی دولت انگلیس نامی در دربار مسئله شد اگر اقدام میدن تو در بودشون تجدید نظر فرزن من درست شدیدم؟ بله درست شدیدیم. اون شایعه که انگلیس و امریکا به رو کشتن غلطه. شواهد شما یا ملت ایران برای این حرفا چیه؟ جز خیالات خودت. در حالی که من شاهد آوردم. سند هست توی چیز مرکز اسناد ملی انگلیس اون که عرض کردم نامه لورد مانسبری وزیر خارجه انگلیس وجود داره. و بعدم اون چیز هم اون جواب هم هست توی اسناد ایران هست. این کسی نبود گدازاده بود به سیویلیزاسیون چه مربوطه فلان جواب دولت ایران. بله این دلیل نیست، این تصوره. عرض کنم حضورتون که اولا دو تا موضوع هست. یکی این که این افسانه که میرزا سلیمان امیرکبیر رو انگلیس ها کشتن یا تحت کشتنشون دادن باید بالاخره دلایلی داشته باشه. یعنی همین که من دلم میخواد اینو بگم که چیز نمیشه. بس ملت ایران متاسفانه این کار ما میکنه. حالا انگلیس یا روس یا هر کی یا من منظورم این نیست. استاد افسانه سازی هستیم و باور میکنیم افسانه ها. ولی یه جنبش هم دیگه که به این رو ربطی هم نداره یا لازم نیست ربط داشته باشه اینه که کدوم منافع انگلیس و امیرکبیر به خطر اندازه. بگید یک دو سه چهار. فقط اجازه بدید من یه نکته در این ارتباط خیلی تشکر میکنم ازتون یه نکته بگم. این موضوع عمومیت است. یعنی یه مثالی مثلا همین صحبتی که داریم میکنیم امریکایی و انگلیسی اینا یه جنبه عمومی داره. جنبه عمومیش هم اگه توجه بکنید اینه که قاطبه ملت ایران
حاضر نیستن کاری که خودشون کردن قبول کنن، حالا خودشون کردن یا یکی دیگه از خودشون کردن، و هر کاری تو مملکت خودشون انجام میدن میگن یکی دیگه کرد از خارج. انقلاب 1357 امریکایی ها کردن، انقلاب مشروطه رو انگلیس ها کردن، نمیدونم. پس ما هیچی، پس ملت ایران اصلا به کلی مسلوب الاختیاره، همونجور نشسته که یک کسی از خارج بیاد یک کاری بکنه و یک کاری کنه. شما متوجه هستید که این چقدر از جهت پیشرفت سیاسی چقدر زیان آوره این طرز بود. خب به هر حال شما جواب حرف من رو دادید، یعنی اینکه حکومت قانونمند معنیش اینه که علل اصول حکومت منوط و مشروط هست به یک چارچوب قانونی که از حدود اون نمیتونه خارج شه و در حدود اون میتونه حکومت کنه. مثلا مثال بزنیم برای شما، هنری هشتم پادشاه انگلیس که دوره سلطنت مطلقه بود و از 200 سالی که سلطنت مطلقه در انگلیس بود 30 سال حکومت اون بدترینش بود، وقتی که زنهاش متهم شدن یا خودش متهم کرد یا گفت متهمشون بکنه به خیانت، دو تا زنش آن بولین و چیز کاترین هاورد اینا رو نیوردن به خواب اونا رو سرشون رو پخ پخ ببرن، که اینا رو بردن دادگاه که شد تا قاضی نشود از این گیسای اینجوری هم داره، از این هنری اونجا نبود، یه مقدار شهود آوردن و فلان رو نمیدونم دلائل و استنتاق و غیره و اینها، هر دوشون رو سوا سوا البته چون دو نوبت مختلف بود محکوم کردن. در مورد یکیشون ما میدونیم، در مورد امبولین تا اونجا که من میدونم اطلاع، یعنی اطلاع تاریخی که دارم، این چیز عرض کنم که اتهام ساختگی بود، ولی ساختگی به این نظر بود که شاهد آوردن اون سر، شاهد دروغ پول دادن نمیدونم فلان، به هر حال چیز. در مورد کاترین هر درست بود و خودش هم اعتراف کرد و راستش هم گفت و واقعا درست بود، ولی اصلا من چون هر جایی ممکنه قانون زیر پا گذاشته بشه، مثلا در همین مورد دیگه، مورد امبولی اومدن یه مشورش بدادن که یک کسی بیاد اونجا شهادت دروغ بده، ولی مسئله اینه که این تشریفات رعایت میشد، مسئله اینه که به هر حال یه چارچوب قانونی وجود داشت، حالا یه دفعه ممکنه آب توش بکنن، هنوز هم ممکنه بکنن، ولی این چارچوب قانونی وجود داشت که مطابق اون فقط میشد کاری انجام داد. که انقلاب مشروطه به واسطه اندکی به
عرض کنم در مورد اول دیکتاتوری و استبداد. ما در واقع سه تا اجازه بدید سیستم و من دربارشون با هم مقایسه کنم. نه دو تا. یکی سلطنت مطلقه اروپاییه که برای حکومت سلطنتی هم بود. انگلیسیش میشه دسپوتیزم یا ابسولوتیزم. فرانسهش دسپوتیزم و ابسولوتیزم. یکی اونه. این چنان که به شما عرض کردم با اینکه این سیستم که در مجموع 400 سال در اروپا وجود داشت ولی نه در همه جا، در انگلیس 200 سال بیشتر اینجا روسیه بود، این سیستم سلطنت مطلقه درسته که پادشاه توش قدرتی داشت که پادشاهی های پیش ما رو دوره فئودالی نداشتن، ولی اولا یه آریستوکراسی وجود داشت که پایگاه یکی آریستوکراسی بود، یکی کلیسا که پایگاه های اصلی دولت بود و به اصطلاح مشروعیت دولت رو تعیین میکردن و از طرف دیگه در نتیجه قدرت داشتن، یعنی دوک فلان و کنت فلان اینا رعیت نبودن. هر کسون از خودشون به قد خودشون چیز داشتن، چنان که گفتم نمیشون رفت مارشون رو گرفت شاهنشاه بگه که ملک پولان دوک رو بگیریم برم بگیرن یا نمیدونم سر بچهش رو ببریم برم. یه همچی اوضاعی وجود داشت و در نتیجه هم از نظر اجتماعی یعنی وجود طبقات مستقل و بلند مدت از یک سو و از طرف دیگه به اصطلاح چیز عکس برگردونش که چارچوب قانونی بود که مثلا پادشاه باید مشروع بود، مشروعیتش چجوری تعیین میشد و فلانی ها مقید، یعنی اینکه همون سلطنت مطلقه به اصطلاح مقتدر که در طول تاریخ اروپا مشنون نیومده بود و بعدش هم نیومد مقید بود به یه چارچوب قانونی، نمیتونست هر کاری اراده میکنه بکنه. این در مورد بنابراین اون استبداد نیست و من چنان که عرض کردم خدمتتون ملکم اصلا اونو پیش کشیده بود، میگفت بیاین یه حکومت درست کنیم مثل اونا، مثل سلطنت مطلقه اروپا به جای استبداد. خوب فهمیده بود تفاوت شده که یک دیکتاتوری هم چنان که اصلا از لغتش برمیاد یک رژیم و سنت اروپاییه، مثل لغتش اروپاییه دیگه، فرنگیه، که از دوره یونان و روم گاهی پدید آمده. معروف ترین نمونه دیکتاتوری در روم باستان در زمان جمهوری قیصر جولیوس سزار که سنا رأی داد بهش، اکثریت سنا رأی دادن که این اختیارات داشته باشه، منش اختیارات بود دیگه، یعنی که بتونه تصمیمایی بگیره بدون اینکه در مورد اون تصمیمات به سنا رجوع کنه. این مسئله دیکتاتوری بود و بنابراین هم یه چارچوب قانونی وجود داشت هم طبقات مستقل وجود داشتن. تا بیان دوره های بعد از انقلاب فرانسه دیگه باز رژیم های دیکتاتوری پیدا میشن تو اروپا، مثل خود ناپلئون میشه تا اندازه گفت، ولی بیشتر حتی دوره اول ناپلئون سوم برادرزادهش. عرض کنم که نمونه های دیگه که قرن بیستم بودن، فرانکو که تو آخرینشون بود، آخرین دیکتاتور اروپایی جنرال فرانکوی اسپانیا بود. اینها حکومتشون قانونمند بود و طبقات مستقل وجود داشتن که نفوذ داشتن توی، یعنی بدون مشورت با اونها خیلی کارها رو نمیشد کرد و بعد مثلا نوعی مجلس و اینا هم که داشتن. منتها اگر بخوایم خلاصه بکنیم، دیکتاتوری عبارت است از حکومت اقلیت، یعنی که یه اقلیت از نظر تعداد کمتر، یعنی اقلیت ولی از نظر کیفی مهمتر، یعنی اقلیتی که مالک زمینه، نمیدونم عرض کنم سرمایه داره چه جنرال فلان، اینها با اوضاع احوالی که تو جامعهشون وجود داره توافق میکنن که یه نفر بزنن اون بالا که
به اصطلاح از طریق اون و با همکاری با اون چیز بکنید. فراموش نکنید که در رأس هر دولت مقتدری یه نفره. نخست وزیر انگلیس قدرتش از دیکتاتوری فرانکو بیشتره. منتها خب چیزش رو، مشروعیتش رو جور دیگه تعمیم میشه. و یعنی واقعا اینطوره. به خصوص با سیستم انگلیس. نخست وزیر انگلیس چون چیز جدا نیست، پارلمان جدا نیست از مجریه، شما اکثریت مجلسی داشته باشین کار تمومه. هیچ کاری نمیتونی بکنی. میتونی به عراق حمله کنین، 1 میلیون آدم اومد اینجا تو خیابون که آقا نرین حمله کنیم برای. اون اکثریت مجلس رو داشت. مختار وقت رأیش رو گرفته بود، اکثریت هم داشت. کرد این کار رو، جمعیه معنی جواب زمینش این بود که خب دفعه دیگه رأی نده. ولی این نیست که مثلا اینا موقع یا رئیس جمهور آمریکا. البته رئیس جمهور آمریکا به نظر من قدرتش در داخل حکومت خودشون کمتر از نخست وزیر انگلیس. ولی تا اندازه میشه گفت رئیس جمهور فرانسه همینطوره. این است که اینکه آدم مقتدری سرکار باشه و حقوق چیز عرض کنم که اقتدار یا چی میگن؟ حقوق حکومت زیادی داشته باشه این همه جا پیدا میشه. ولی چنان که عرض کردم دیکتاتوری حکومت یه اقلیته. اقلیت صاحب چیز امتیاز. ولی کسانی هستن که اینا خودشون اهمیت دارن، دخالت دارن، شرط داره تو قضیه. اونم تو دیکتاتوری هم نمیشه رفت مال یکی رو گرفت. نه فقط توی چیز نمیشه گفت آقا فلان تاجر رو بریم پولشو بگیریم یا نمیدونم فلان ملک فلان آدمو بگیریم. برای اون خودشون شریکن تو قضیه. جزء قضیه‌ان و جزء پایگاهش هستن. استبداده که همه رعیتن توش. همه از پسر شاه و وزیر صدر اعظم گرفته تا اون رعیت روستایی رعیتن. و هر وقت شاه اراده کنه میتونه بره سرشو ببرن یا مالشو بگیره. و فقط هم شاه نبود. ببینید بالاخره شاه که همه جا نبود. مثلا تو اون زمانهای قدیم که نمیدونم یه سال طول میکشید شما از این ور مملکت برید اون ور مملکت. حاکم وجود داشت، فنچیز وجود داشت، والی وجود داشت. ولی والی، مثلا والی فارس همون قدرتی رو داشت، همون به اصطلاح قدرت استبدادی رو داشت که شاه در مرکز داشت. به دلیل اینکه قدرتش از شاه منشعب میشد. البته اگه شاه ازش خوشش نمیومد به دلیلی میتونست بلافاصله بندازش بگه سرش هم ببره. ولیکن وقتی یعنی منظور ولایت هم اینجوری اداره میشد. اون والی هم میتونست همونجوری حکومت کنه. من یه مثال بزنم مثلا دلم میخواد شماها بشنوید خیلی جالب. اعتماد سلطنه یاد چنیدین دیگه خاطرات اعتماد سلطنه یاد داشته روزانه اعتماد سلطنه که وزیر انتباهات بود زمان ناصرالدین شاه و تقریبا رئیس دفترش بود هر روز میدیدش گزارش میاد به اشراج به روزنامه ها و فلان ها و آدم خیلی باهوش و با فهمی هم بود. این اعتماد سلطنه توی یاد داشتاش نوشته یاد داشت روزانه است فلان روز فلان اینجوری نه خاطرات که از بعدن چیز کرده. نوشته که من دیروز یه آدمی رو دیدم کجا میگه خلاصه همون جاها دیگه مثلا تو دربار یا فلان قیافش به نظرم آشنا اومد ولی به جا نیوردم. پرسیدم این کیه؟ گفتن قوام الملک. قوام الملک شیرازی شما باید شنیده باشین دیگه مقتدرترین چیز عرض کنم که زمیندار فارس که ضمناً نوعی ریاست چیز ایل خمسر هم داشتن، اشعار خمسر رو مثل چیز بود به اصطلاح افتخاری قوام الملک شیرازی گفتن اینه این قوام الملک متوجه شد. چی شده در اینجا چی کار میکنه؟ گفتن رکن الدوله والی فارس با این بد بوده. وقتی رفته اونجا والی شده، اولا قوام الملک بزرگترین زمیندار فارس رو خوابونده، 100 تا چوب پاش زدن به کف پاش. بعدم انداخته زندان.
بعد برداشته نامه نوشته به شاه و امین السلطان صدر اعظم اتابک، گفته که شما جان و مال این آدم رو در اختیار من بذاری، من 100,000 تومان به شما میدم، 30,000 تومان به ولیعهد بشی صدر اعظم. قوانون که شیرازی رو جان. بعد اعتماد سلطنه نوشته که مگه الان این روزا چیز دوره فتحعلی‌شاه است که چیزها رو چیزهای به اصطلاح کارمندای ارشد دولت رو با هم بفروشن، همینجوری نوشته. صدای اروپایی ها در میاد، نتونست فقط قوان ملک رو بخره، صدای اروپایی ها نتونست قوان ملک رو بخره. یعنی شما فکر کنید صحبت سال 1880 بزرگترین، یعنی منظورم اصلا متصور بودن این قضیه است. حالا به قول اعتماد سلطنه از ترس اروپایی نفروختنه، ولی اصلا متصور بودن اینه که شما بزرگترین زمیندار ایالتی رو اولا بخوابونید 100 تا چوب 500 تا چوب به کف پاش بزنید بدون اینکه بتونه از خودش دفاع کنه، محاکمه باشه، چیزی باشه، بندازید زندان، بعدم بنویسید آینه به من بفروش. دیکتاتوری اینجوری نیست. اونو عرض کردم، ببخشید حواسم رفت، اونو عرض کردم به خاطر اینکه مشروطه مشروطه نشد، مشروطه تبدیل شد به هرج و مرج. و این واقعا اینطوره، شما برید باز با ادبیات اون زمان که ببینید چه خبر بود که هر روز هر حادثه، نه فقط باز میگم ایالات بلد، تو خود شهر، شهر تو اصفهان، نمیدونم تو تهران، تو فلان، سر نون، سر نون چی قیام میشد، نمیدونم میخوان. و کار به جای محمد مردوخ کردستانی، تاریخ اون دوره رو خودش همزمان بوده، هم مورخ اون دوره است، یعنی منظورم اینه که کسی است که دوره رو لمس کرد، میگه سلب اعتماد از مشروطش، این یعنی کلماتش، سلب اعتماد از مشروطش، هر جا قتل و غارت میشدن میشد میگفتن مشروطه شد فلان جا، یعنی کار به اینجا رسید که بلانجا قتل و غارت شد، میگه مشروطه شد. و عرض کنم حضورتون که میدونید که اصطلاحات درست شد همون سالها، اصطلاحات یارو به مشروطش رسید، نمیدونم ناصرالدین شاه شد شاه شهید. عرض کنم حضورتون که شما به سال 3300 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
بود، بعد رئیس الوزرا بود، بعد شاه. شما میبینید که روشنفکری تراز اول مملکت داره اصلا صریحا و با افتخار میگه ما باید دیکتاتوری داشته باشیم. یعنی آدم مثل علی اکبر داور برای تو روزنامه هست میگه آه این مملکت دیکتاتوری لازم داره، لغت دیکتاتوری. البته اونا میفهمیدن دیکتاتوری یعنی چی، حساب باقیشو نکرده بود که به خودشون به سر خودشون اومد. توجه میکنید این مملکت، مجله فرنگستان، مجله دانشجوهای ایرانی در برلین همون موقع دیکتاتوری لازم، نمیدونم فراج الله خان بهرامی رئیس دفتر رضا خان وقتی رئیس الوزرا بود و حتی وزیر جنگ بود، چون روشن فکر بود، زمین اهل قلم بود و فلان، ورداشته بود توی روزنامه ها چیز گذاشته بود به اصطلاح، اصطلاح رو دوست ندارم ولی میگن اقتراح، که به نظر شما آی مردم، یعنی که روشن فکر ها دیگه، چه چیزی شما ایدئالتون چیه؟ ایدئال منظور بود این بود که بنویسی ایدئال هم دیکتاتوریه، یعنی عشقی اینو لو داد، میگه آقای برنامه منظور شما میگم طرفدار دیکتاتوری من نیستم، این تنها کسی بود که ایدئالش دیکتاتوری نبود و بیزارت هم نبود که کشته شد به زود. یه همچی بعد اینجوری رفت مشروطه ما خودمون کردیم به عبارتی، یعنی عدم بلوغ و عقب ماندگی سیاسی جامعه که ما مرتب میکنیم و مرتب هم درس نمیگیریم، یه چیزیست که اصلا اونم که آقای دکتر شما در
در جزوی صحبتتون و نظریه مختلفتون گفتین که علت خودکامگی دولت در ایران به این برمیگرده که طبقات اجتماعی شکل نمیگیرد، یا کرارن در جاهای مختلف گفته شده که قانون مشکل اصلیه و در ایران قانون نبوده شکل نگرفته ولی در اروپا شکل گرفته. حالا الان سوال پس به اینجا منتقل میشه که خب چرا در ایران قانون شکل نگرفته و در اونجا شکل گرفته؟ یعنی حالا ما میفهمیم که چرا هرج و مرج داریم و چیز و وضعیت ایران اینجوریه و دوره ها کوتاه مدت خاطر اینکه قانون نبوده، طبقات نبوده، ولی سوال به اینجا منتقل میشه که خب چرا طبقات شکل نگرفته؟ بله، اون البته راجبش تئوری‌های گوناگونی میشه داد. من اولین نکته رو به شما بگم که چیزی که این موضوع نسبت به اصل قضیه چه اهمیتی نداره، یعنی اینکه اصل قضیه اینه که ما ببینیم جامعه چه خصوصیاتی داشته تا اینکه چطور شد که اینطور شد. اون یعنی اینکه این یک کنجکاوی آکادمیکه و جواب دادن بهش هم کار آسونی نیست. من جواب دادم بهش ولی به معنی فرضیه. مسئله اینه که شما اگه برگردید به دوره باستان شما قیاس بکنید سیستم یونان با سیستم ایران. یونان یه کشور کوچیکی بود که اصلا چیزی نبود، ایران یه امپراتوری عظیم بود و خودش اصلا قابل تعامله که اون امپراتوری عظیم نتونست به این جماعت مسلط شه. خودش قابل تعامله نیست و سؤالی که چرا؟ ببخشید گفتم که این خودش قابل تأمله که چطور مثلا امپراتوری عظیم هخامنشی نتونست یونان به زانو در بیاره، یونانی که قدرتش 1000 هم نبود. ولی گذشت اینو همچه به اصطلاح به عنوان چیز گفتم، نوعی به اصطلاح ایندیکیتر. ولی شما وقتی اون دوست سیستم رو مقایسه میکنید ببینید که تو این سیستم طبقات مستقل وجود دارن، توی سیستم یونان طبقات مستقل وجود دارن، چیزی وجود داره اصطلاح چی بهش میگیم کاتگوری وجود داره به اسم شهروند. این شهروند تا 50 سال پیش این لغت وجود نداشت در فارسی، چون شهروند وجود نداشت هیچ وقت. منظور شهروند سیتیزنه دیگه، سیتیزنه که فرانسوی‌ها میگن سیتوایان. این لغت اصلا و تمام کانسپتش از یونان اومده. به نحوی که دوست از دست رفته بنده مرحوم دکتر حمید عنایت وقتی که کتاب سیاست ارسطو رو ترجمه میکرد به فارسی، مسئله واسه شده بود که سیتیزن چی بنویسه. جامعه ای که اون زبانی که اون داشت سیتیزن نداشت، در نتیجه لغت شهروند رو اختراع کرد آقای عنایت. چی بگیم؟ رحمت الله علیه یا علیه الرحمه، برای اینکه اصلا یه لغت ساخته که حالا همه دارن استفاده میکنن و خیلی درسته. اینا من دارم در اطراف موضوع صحبت میکنم، توجه میکنید؟ اگه اونجا شما تو یونان شهروند داشتی تو ایران همه رعیت و شهروند کسی بود که حقوق مستقل داشت، آدم مستقل بود، نمیشد جونش رو همینجوری گرفت، مالش رو نمیشد گرفت. ولی من به تفصیل این موضوع جواب اون سوال رو دادم، اگه بخوام وارد اون بشم خیلی طول میکشم، جدی میگم. خیلی خیلی ممنون، فکر کنم خیلی گذشته ما تشکر میکنیم به خودم، من از طرف بچه های انجمن اسلامی، از طرف دانشجویان که آقای دکتر دعوت ما رو پذیرفتن، راه دور رو از اکسفورد تشریف آوردن، لطف کردن، مبحث خیلی مهم و خوبی رو مطرح کردن، همه استفاده کردیم. من تقاضا میکنم یک بار دیگه دوستان تشکر